زندگی. شنونده های عزیز سلام، ما حسام الدین هستم و شما برنامه صحت و زندگی را میشنوید. کسانی را دیدین که مریضی توبرکلوز یا شش داشته باشن؟ توبرکلوز سرفه بیاد داشتم، دیگه تب داشتم. در شفاخانه افغان جاپان هستم، توبرکلوز است. نشانه ها، مشکلات و علت های مریضی توبرکلوز یا سل کدام ها است؟ چطور می توانیم از مبتلا شدن به مریضی توبرکلوز جلوگیری کنیم؟ برنامه صحت و زندگی این هفته به همین موضوعات اختصاص یافته که شما را به شنیدن آن فرا می خوانیم. با گفته مسئولین شفاخانه افغان ژاپن، ماهانه کم و بیش 800 مریض توبرکلوز به خاطر تداوی به شفاخانه مراجعه می کنند. توبرکلوز انواع مختلف دارد. مثلا توبرکلوز مغز، چشم، گرده و توبرکلوز استخوان. در این برنامه صرف در مورد توبرکلوز شش ها صحبت میکنیم. اینکه نشانه ها و مشکلات مریضی توبرکلوز کدام ها هن، در این مورد همکار ما وحیده صابر با چند تن از مریضان و دکتر در شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن شهر کابل صحبت کرده که با هم مشتویم. نام چیه؟ نام نعیمه. چی مریضی داری؟ مریضی توبرکلوز. وقتی که در شروع امی مریضی را پیدا کردی چی حالت داشتی؟ عرض علایم در وجود چی بود؟ وضعیتم بیخی خراب بود، سلفه داشتم، تب میکردم، جانم درد میکرد، سردرد بودم، سلفیم خشک نبود، بلغم داشتم، اینجا آمدم بستر شدم. نام چیه؟ نام شریفه. چی مریضی داری؟ توبرکلوز. خب در مریضی توبرکلوز حالت چه قسم میشه؟ چی حالت داشتی؟ تب داشتم، شبانه عرق داشتم زیاد، دیگه بی حال بودم، بی حوصله بودم زیاد. سرفیم بسیار شدید بود، بعدی بود که سرم زوف می آمد خیلی وقت. شنونده عزیز، همکار ما محمد عارف رحیمی هم با ما در این شفاخانه آمده که حرفایتان از مریضا را اونا ثبت کردن که اول او را میشنویم و بعدا ما همراه دکتر صاحب در این مورد صحبت میکنم. حسن هستم از ولایت کابل، توبرکلوز دارم، 1.5 ماه میشه بستر هستم همیجا. را می رفتم و نفسم تنگ می شد و از گلونم بلغم می آمد. نان خورده نمی تانستم دیگه، خلاصه سلفه که می کردم نه شب خواب داشتم نه روز. محمد عارف هستم از ولایت غزنی، در شفاخانه افغان ژاپن هستم، توبرکلوز است. پشت ما درد می کرد، سینه ما درد داشت، سلفه که پیدا کردم باز گلابادو بلغم پیدا کردم. دکتر صاحب شما خود معرفی بکنید. اسم دکتر عبدالودود حیدری تخلص میکنم، شف سرویس توبرکلوز شفاخانه افغان ژاپن هستم. دکتر صاحب توبرکلوز چی اعراض و علائم یا نشانه ها داره؟ کسی که مصاب توبرکلوز شش یا ریه هست، این مریض بیشتر از 2 تا 3 هفته سرفه دوامدار دارد، حتما همراه سرفه بلغم دارد و هرگاه در بلغم از این مریض خون وجود داشته باشد بسیار مشکوک است. پیش مریض توبرکلوز درد صدری هست، نفس تنگی است، عرق شبانه است، زیای وزن است، یعنی درد عمومی اعضا هم پیش از این مریضا موجود می باشد. دکتر صاحب، اگر مریضای توبرکلوز تداوی درست نشن یا تداوی به موقع نشن، چه مشکلات صحی بعدی بر از اونا پیدا میشه؟ اگر مریض توبرکلوز به موقع تشخیص نمیشه و تداوی نمیشد، یعنی شده میتونه که این مریض ده ها نفر دیگر منتن بسازد. تداویش مشکل ساز میشد. مریضی که در مدت 6 ماه تداوی میشد، ممکن است که به 9 ماه، به 1 سال تداوی شد. هرگاه مریض تداوی نشه امکان داره که بمیره. سرفه بیشتر از 3 هفته امراه با بلغم یا گاه خون آمدن با بلغم، درد اعضای بدن، عرق شبانه نشانه های ابتدایی مریضی توبرکلوز می باشد. اما اسباب اصلی توبرکلوز کدام ها هن؟ نه پدر ما ازی داشت، نه برادر ازی، اجداد ما ازی داشت، قوم ما ندار ازی. کار کردم، منده شدم، زله شدم، اما او خوردن یخ ما را همی مرز گرفت. علت اولیش همو بوده. علت شده گفت نمی فهمم خیلی نمیجا ماینه کردم گفت توبرکلوز است. امکان داره که در مکتب یا جایی که بیرون رفتیم کسی که مرض توبرکلوز داشته با تماس بودیم، برخورد کردیم و گرفتیم. نامم دلاغا از ولایت کاپیسا هستم. علتش خو مادرم قبلا توبرکلوز داشت، امکان میده که توبرکلوز به خاطر مریضی از مو مرام به مام سرایت کرده باشه. مردم در مورد عوامل مریضی توبرکلوز نظریات مختلف داشتند، اما به نظر دکتر ایدری علت اصلی این مریضی میکروب یا باکتریا می باشد. عامل مرض توبرکلوز میکروب توبرکلوز است که به نام مایکوباکتریم توبرکلوزیس یا میکروب سل در جامعه ما نامیده میشد.
و شخصی که مصاب به توبرکلوز فعال هست، ای در حقیقت منبع عامل توبرکلوز است. یعنی شخصی که مصاب به توبرکلوز فعال هست میتونه که در یک سال 10 تا 15 نفر دیگر منتن بسازد. مریض توبرکلوز زمانی که سرفه میکند، که صحبت میکند، که عطسه میزند و یا قهقه میخندد، یک تعداد بسیار زیاد میکروب توبرکلوز در محیط ماحولش پخش میکند. البته کسایی که در محیط ماحول از این مریض توبرکلوز فعال زندگی میکند، اینا منتن میشن. هرگاه زمینه ها مساعد باشد، باز مرض توبرکلوز ظهور میکند. زمینایی که بر بروز مرض توبرکلوز وجود دارد، عبارت از پایین بودن مقاومت عمومی عضویت، پایین بودن معافیت عضویت، امراض مثل HIV در اطفال، مثلا سرخکان و سیاه سرفه، سوء تغذی، دلایل اساسی بر بروز مرض توبرکلوز است. زمانی که یک مریض توبرکلوز فعال در یک خانه که نور کافی نداشته باشد، تهویه کافی نداشته باشد، جریان هوا به قدر کافی موجود نباشد، افراد و اشخاصی که در تماس از مریض هستند مقاومت پایین داشته باشند، باعث به وجود آوردن مرض توبرکلوز میشد. در بیشترین حالات از طریق تنفس انتقال میکند. راه های دیگه انتقال مرض هم موجود است، مثلا خوردن شیر حیواناتی که مصاب به توبرکلوز باشند. در صورتی که شیر خام خورده شود باعث مرض میشد. و طریقه دیگر انتقال مرض از طریق خون مادری که مصاب به توبرکلوز فعال است شده میتونه که انتقال کند به طفل. شنونده های عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده است میشنوید. سبب اصلی مریضی توبرکلوز باکتریا و میکروب است که از طرق تنفسی، گپ زدن، خندیدن، جمع شدن تعدادی از مردم در یک اتاق، استفاده لباس، دیگ و کاسه، گلاس و سایر ظروف به کسانی که سرایت نکرده به آسانی سرایت می کند. توبرکلوز مقاومت بدن را کم کرده و زمین اساس برای سایر امراض میکروبی شده می تواند. اما چطور می توانیم از مریضی سل یا توبرکلوز جلوگیری کنیم؟ در این مورد صحبت های چند تن را با هم میشنویم. نام ما عبدالسلیم است، از ولایت غزنی هستیم. مریضی توبرکلوز MDR. خود ما که در خانه میریم، اینمی بلغم ما که هستن، وقتی که بلغم را توپ میکنیم، بلغم ما زیاد باشد، داخل یک قوطی میندازیم. او قوطی را سرپوش داره، سرپوش بسته میکنیم، همین بلغم خود را میبریم، یا دفن میکنیم و یا او را میسوزانیم. دوم، اینمی در خانه بدون ماکس هیچ گشته نمیتونیم. حتمی ضروری خود ما می ماکس بسته میکنیم. و سوم، در تجمع زیاد نمیریم. خانه والا یک دانه را میبینیم، از دور دور میبینیم. زیاد نزدیک از او نمیشیم. به خاطر که او مرض بسیار ساری هستند. و چهارم، اینمی گلاس ما جدا است. ترموز ما جدا است. کاسه ما جدا است. قاشق ما جدا است. بستره ما جدا است. کمپل ما جدا است. اونمو ظروفی که در اونمو لباس ما میشه، باز لباس دیگه کس در اون ظروف نمیشه. تا نوز در خانه ما هیچ کسی دیگه به این مرض مصاب نشده. اسم راضی است، امیم است. میشه ماسک میپوشید، لباس های خوابش زیادتر افتاو داده میشد و امی روی پاک که استفاده میکرد از دیگه فامیل جدا باشه، قاشق و گلاس و بشقاب و ظرف که بسا برش غذا آماده میشد جدا داشت، یک اتاقه که جدایی داشت. دیگه فعلا شفایاب شد، اما اینمی نکات را که مد نظر میگرفت و نتیجه خوب هم داد، کاملا شفایاب شده. نام زبیولله دا و موسی ولسوالی. نامم زبیولله است، باشنده ولسوالی موسی. مامای مریضی توبرکلوز دارد. دی کاسه و دیگر ظروف غذاخوری جدا است. اتاق نشیمنش آفتاب رخ است. دوشک و کالایش را هر روز با آفتاب قرار می دهیم که میکروبش از بین برود. بدگه اعضای خانواده ما مریضی توبرکلوزش سرایت نکرده. مامایم خودش برایم می گوید که این مریضی ساریس و دکتر برایم گفته که متوجه باش که بدگرها سرایت نکند. به گفته شماره از مردم، بیماران توبرکلوز که بلغم خود را ارجا تف نکرده بودند یا بلغم خود را در بوتلی که سرش بسته می شد تف کرده و بعد از آن زیر خاک کرده و یا سوختانده بودند، تا یک اندازه توانسته بودند که از سرایت این مریضی جلوگیری کنند. اما به نظر دکتر بهترین راه برای جلوگیری از انتقال مرض توجه به تداوی کردن مریض توبرکلوز می باشد. بهترین راه وقایه از توبرکلوز تشخیص مریض و تداوی به موقعش است.
ولی درباره اهتمامات وقایوی مثلا شده میتونه که مریضایی که مثلا به توبرکلوز فعال هستند در هر کجا اینا نباید بلغمشان را بندازن، یعنی در هر کجا تف کردن بلغم باعث انتشار مرض میشد. اینا در خانه و در جایی که زندگی میکنن باید از نور کافی، از تهویه کافی باید برخوردار باشن، یا حتما باید ماسک استفاده کنند، یا چادر خود به یک شکلی جلو انتشار و برادگرها باید گرفته باشد. خوشبختانه در افغانستان تداوی توبرکلوز رایگان است و در هر کجا در دست است. آفتاب بهترین منبع است که میتونه میکروب توبرکلوز در مدت 5 دقیقه از بین ببرد. سامان و وسایلی که مریض استفاده میکند میشه که در شعای آفتاب گذاشته شود، برای 5 تا 10 دقیقه کاملا غیر میکروب میشه و در نتیجه باعث جلوگیری از انتشار آفت میشه. بیشتر از 2 یا 3 هفته داشتن سرفه دوامدار، بلغم و یا آمدن خون با بلغم از نشانه های ابتدایی توبرکلوز می باشد. اشخاص مبتلا به این مرض درد در عضلات دارند، از طرف شب عرق می کنند، مشکلات تنفسی دارند، اشتهایشان کم می شود، استفراغ نزدشان پیدا می شود، وزنشان را از دست می دهند و لاغر می شوند. در صورتی که مریضیشان پیشرفت می کند، تداویشان طول می کشد. با گفته دکتر، عوامل این مرض باکتریا و یا میکروب می باشد که از شخص مریض به اشخاص سالم توسط سرفه، عطسه، خنده و نفس کشیدن سرایت می کند. خوردن و نوشیدن یک جا با مریض، استفاده از لباس، دوشک، لحاف و زندگی کردن با شخص مریض در یک اتاق راه های دیگر انتقال این مرض می باشد. تعداد از مریضان از پوزبند استفاده کرده بودند. هنگام سرفه بلغم خود را ارجا تف نکرده بودند، بلغم خود را با بوتلی که سرش بسته میشد تف کرده بودند، بعد آن را زیر خاک و یا سوزانده بودند. دیگ، کاسه، پیاله و ظروف خوردن و نوشیدن مریض توبرکلوز را جدا کرده بودند. لباسها، بستره، روجویی، دوشک و کمپل یا لحاف مریض را امروزه در نور آفتاب قرار داده بودند. از این طریق توانسته بودند از سرایت مریضی توبرکلوز به دیگران جلوگیری کرده بودند. تداوی توبرکلوز در همه شفاخانه ها به شکل رایگان صورت می‌گیرد. شنونده های عزیز، برنامه صحت و زندگی را که شنیدید همکار ما محمد عارف رحیمی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود.